در همین رابطه همراه میشیم با توماج تاهباز، خبرنگارمان در شرق آسیا. توماج، اول اینکه بگو که این باور وجود داره که بخشی از روابط رو به گسترش هند و آمریکا مستقیما با سیاست مهار چین در ارتباط، برام بیشتر از این توضیح بده. همینطور محمد، هزار یک دلیل وجود داره، چه برای آمریکا که به سمت هند بره، چه برای هند که به سمت آمریکا بره، دقیقاً برای اون چیزی که این دو کشور مهار در واقع چین میدونن. مسئله چین اونقدر مهم بوده که مستقیما از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در موردش سوال شده که آیا سفر آقای مودی به ایالات متحده ارسال پیامی برای چینه، که البته پاسخ منفی بوده. ولی اون دو بخش اصلی که در مرکز توجه این سفر قرار داره، یعنی هم بخش دفاعی و تسلیحاتی و هم بخش فناوری و تکنولوژی، به طور غیر مستقیم مربوط میشن به چین. در واقع هر دو تا کشور درگیر بحرانی کم سابقه با چین هم هستن. یادآوری بکنم که درست 3 سال پیش در تنها درگیری نظامی سالهای معاصر با یک بین کشور و چین که در واقع منطقه گلوان اتفاق افتاد، 20 سرباز هندی و شمار نامشخصی سرباز چینی کشته شدند. و اساساً تو همین یه ماه گذشته هم دو تا اندیشکده مهم، هم شورای اروپایی برای روابط خارجی، هم انیستیتو صلح سازمان ملل، در مورد افزایش تنش‌های مرزی بین چین و هند هشدار دادن، در حالی که شورای اروپایی میگه اصرار پکن بر تقویت نیروها در مرز هند و همینطور اقیانوس هند دهلی رو به سمت مسابقه تسلیحاتی هل میده، که حالا شاهدش هم هستیم. انتظار میره که آمریکا، رهبران آمریکا و هند بر سر تولید مشترک موتور جت در هند و همینطور دست کم خرید 3 میلیاردی پهپادهای جدید برای هند به توافقاتی برسن، و همینطور توافقاتی دیگه که مربوط میشه به مسائل تسلیحاتی. اما مسائل فناوری هم اهمیت داره. همین الان هم مدیران و صاحبان بزرگ صنایع در آمریکا صف کشیدن برای دیدار با آقای مودی. ایلان ماسک از جمله اولین اونها بود که گفته فرصت‌ها در هند بیشتر از هر کشور بزرگ دیگه. یه وقتی میگه بیشتر از هر کشور بزرگ دیگه، احتمالاً هم منظورش آمریکاست، هم منظورش چین. به خصوص گفته میشه روند مهاجرت صنایع آمریکایی از چین به هند احتمالاً تسریع پیدا می‌کنه. درست ساعتی پیش هم ایالات متحده اعلام کرد که صدور روادید برای کارآموختگان حرفه‌ای هند رو افزایش خواهد داد و آسان‌تر خواهد کرد. دیروز گلوبال تایمز نشریه وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست گفت توجه آمریکا به هند در روند مقابله با چین و روسیه قوی‌تر از همیشه شده، اما هند باید بدونه که نزدیکی بیش از حد خطر رقابت با چین و روسیه رو برای خودش به همراه می‌آورد. ممنونم از تو توماج تاهباز که با ما همراه شدید.